ایران در آینه جهان. دورین روکماکر، نماینده پارلمان اروپا از هلند. در پاریس، زنانی از سراسر جهان که در سیاست فعال یا تاثیرگذار بودند یا برای حقوق بشر مبارزه می‌کردند، آمدند تا از رئیس جمهور شورای ملی مقاومت و طرح 10 ماده‌ای برای ایران سکولار دموکراتیک حمایت کنند. آنا لنا بربوک، وزیر خارجه آلمان. در اکتبر سال گذشته، زن جوانی به نام آرمیتا به دلیل عدم استفاده از روسری در مترو مورد آزار وحشیانه قرار گرفت. او پس از 1 هفته کما درگذشت. در پاییز 2022، زنان و مردان شجاع ایرانی تظاهرات خود را با شعار آزادی آغاز کردند. هزاران نفر به خیابان‌ها ریختند و هزاران نفر دستگیر شدند. جانت یلن، وزیر خزانه داری. ما تلاش‌هایی را برای مقابله با تأمین مالی حماس انجام داده‌ایم و ما متحدان خود، رهبران و حامیان چندین بازیگر تروریستی از جمله حماس، حوثی‌ها و سایر نیروهای نیابتی ایران را تحریم کردیم. برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی. اقدام امروز ما شامل تحریم پاسداران و حوثی‌ها بر عزم ما برای هدف قرار دادن تلاش‌های سپاه پاسداران و حوثی‌ها برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و تأمین مالی حملات بیشتر در منطقه تأکید می‌کند. پیام ولید فارس، تحلیلگر سیاسی، در همبستگی با کمپین نبه اعدام. اعدام زندانیان سیاسی در ایران و خاورمیانه جنایت جنگی است. رژیم، خودت طناب دار را قطع کن، وگرنه با دادگاه ویژه بین‌المللی جنایات رژیم ایران علیه بشریت مواجه شو. هر اعدامی محاسبه خواهد شد.